خب اینطوری اوکیه دیگه، مجبوریم یه نما داشته باشیم. من فکر میکنم غم سرآغاز زندگیه. از وقتی به دنیا میای با ابراز غم دهن باز میکنی، وقتی میمیری با غم بدرقت میکنن. جالبه وقتی تو ناراحتی از اینکه به این دنیا اومدی، اطرافیانت از اینکه چه بچه نازی به دنیا اومده خوشحالی میکنن. وقتی تو خوشحالی که داری این جهنم رو ترک میکنی، اطرافیانت از اینکه تو رو از دست دادن ناراحتن. گویا خیلی جاهای زندگی این پارادوکس دیده میشه. زندگی منم از این قاعده مستثنا نبود. من تو زندگیم یک بار هم لب به دود نزدم، ولی یادمه تو دوران کودکی خودم بعضی شبا با دود چیزی که فکر میکردم سیگاره بیدار میشدم. البته تا وقتی پدر و مادرم از هم جدا نشده بودن، من اطلاع از اعتیاد پدرم نداشتم. یعنی هیچ وقت جلوی ما این کار نمی کرد. حداقل سنگین ترین خلافی که جلوی من انجام داده بود کشیدن سیگار بود. خب این اعتیاد نه فقط باعث فقر تو خانواده ما شد، بلکه باعث انزوای خانواده ما از فامیل هم شد. هم خانواده پدری و هم خانواده مادری از اعتیاد پدرم مطلع بودند و این باعث شد که رفت و آمد خیلی کمی بین خانواده ما و بقیه اعضای فامیل باشه. حتی یادمه توی عید من همیشه منتظر این بودم که یک روزی یه تقی به توقی بخوره، یه معجزه‌ای بشه تا ما به یک عید دیدنی بریم یا جایی بریم یا یکی از فامیل رو ببینیم. نمیخوام مثل اون جمله‌ای که تو ایران معروف شده بگم وی در خانواده این مذهبی چشم جهان گشود، چون حقیقتا اینطور نبوده. یعنی خانواده من انقدری درگیر مشکلات اقتصادی بود که فرصت تفکر به وجود یا عدم وجود خدا رو نداشت. چیزی که باعث کشیده شدن من به مذهب شد، فکر میکنم در 3 تا چیز جمع میشه. 1. مذهبی نبودن خانواده‌ام. 2. خانواده عمم و 3. مدرسه و تلویزیون. شاید در مورد اول بگید که چطور همچی چیزی ممکنه، ولی من حرفم اینه که خانواده ای تو هر چی باشه احتمال این که تو اون چیز نشی بیشتره، چون تو ذات انسان یک تمایلی به سرکشی و قیام هست، به تمایلی به مخالفت وجود داره. یعنی مذهبی نبودن خانواده ای من رو بیشتر به سمت مذهب پیش برد. یادم وقتی تازه شروع به نماز خوندن کرده بودم، به صورت مخفیانه این کارو میکردم تا مورد تمسخر خانواده‌ام قرار نگیرم. همیشه در خفا نماز میخوندم. خب خانواده ما منزوی بود، ولی یک بچه رو معمولا نمیتونی منزوی نگه داری. من تمایل داشتم با خانواده عمم در ارتباط باشم، چون اونای پسرهای همسن و سال من داشتن و میتونستیم هم صحبت و هم بازی بشیم. بنابراین اولین باری که من تونستم به تنهایی جایی برم، یک مسیر دور رو طی کنم، رفتم خونه اونها. و البته خانواده عمه من هم به شدت مذهبی بودند. ارتباط من با اونها باعث رشد این عقاید در من شد و قضیه فقط این نیست، بلکه شما به عنوان یک نوجوان تو ایران وقتی مدرسه آغاز میشه با دین بزرگ میشی و وقتی حتی در دانشگاه هم قرار میگیری باز با دین سر و کار داری، چون دین بهت تدریس میشه. خب وقت خونه عمم رفتم، با خانواده عمم به جاهای مذهبی زیاد میرفتیم، مثل قم، جمکران و امثالهم. خب در مورد تلویزیون هم بهتون بگم، مثلا وقتی تو ما بچه بودیم یادم به تلویزیون معمولا کارتون هایی رو نشون میداد که شامل یک مفاهیم دینی حداقل بودند. خب خانواده من بی تأثیر در این نگرش من نبودن، یعنی اون رفت و آمدهایی که باشون داشتیم، اون سفرهایی که به جمکران، قم یا مشهد با خانواده عمم داشتن، فکر میکنم خیلی تأثیر بسزایی در شکلگیری این عقاید مذهبی در من شد. البته ما تفریحاتی هم نداشتیم، یعنی شما اگه تو ایران رو نگاه کنی برای یک نوجوان مگه چه تفریحاتی وجود داره؟ مسجد، بسیج، هیئت و امثالهم. من یادم با دوستان خودم، با دوستان مدرسه خودم، کل ذوق و شوقمون این بود که به هیئت بریم و از هیئت نظری بگیریم. خب فکر نمی کنم برای یک جوان ایرانی چیز دیگه ای رو بشه به عنوان تفریح مد نظر داشت. خب قضیه به این سادگی که بهش نگاه میکنیم نیست. شما حتی اگه جمله روز شبه رو به مدت 1400 سال و خورده ای روش کار بکنی، براش 1000 تا کتاب و فلسفه بنویسی، بعد تو 1000 نفر تلاش کنن تا جمله تو رو توجیه کنند و 1000 کتاب در بابش نوشته بشه، تبدیل به اعتقاد میشه. نه به خاطر اینکه جمله درستی گفتی، یا بلکه به خاطر شاخ و برگ زیادی که بهش داده شده هست. دینی مثل اسلام 1000 ساله که به مدد 1000 نفر از به اصطلاح عالم ها و نزدیک به 200 خورده‌ای فرقه اسلامی شاخ و برگای زیادی بهش داده شده. وگرنه کسی اصلا به دقت نمیکنه که شما حتی اگه 0.01% از یک دین رو رد بکنی، کلش رو رد کردی، چون دینی که از سمت خدا بیاد باید 100% درست باشه دیگه، وگرنه خدا که اشتباه نمیکنه. به هر حال من تو دوران هنرستان خوب به یاد دارم که چقدر جذب کتاب‌های دینی و مقالات دینی تو اینترنت شده بودم. یادم یکی از سایت‌های اسلامی، اگر اشتباه نکنم به اسم ولی عصر بود، که به شکل واقعا جالبی پاسخ شبهات دینی رو میداد که من تو اون سن و تو اون موقع فکر میکردم واقعا چقدر قوی کار میکنن که میتونن آدم رو اینطور قانع کنن. پیش خودم میگفتم که چی میشه اگر من هم مثل اینا بتونم جواب سوالاتی که مردم رو از مسیر درست منحرف میکنه بدم. تحقیقات زیادی تو دوران هنرستان خودم داشتم، به قدری که یادم میاد یک هیئت کوچولو تو خونه عمم راه انداخته شده بود توسط پسر عمم و دوستاش. من اونجا سخنرانی میکردم، یعنی کتابهایی رو مطالعه کرده بودم از قبل و از اون کتابها استفاده میکردم برای داشتن محتوا تو سخنرانی خودم. خب اون دوران با خانواده عمم جاهای مذهبی زیادی رفتیم و خلاصه خودم رو تو اینجور جاها غرق مذهب کرده بودم، غرق این اعتقادات کرده بودم. اینا مسلماً خودشون دلایل و انگیزه های کمی برای ورود به حوزه علمیه من نبودن. از اونجایی که من از هنرستان برای رفتن به حوزه علمی اقدام کردم، باید کتاب‌های دبیرستان رو هم می‌خوندم، چون معمولاً برای ورود به حوزه علمیه امتحان ورودی که گرفته میشه از منابع رشته انسانی هستش. من انقدر شور و اشتیاق هم برای جدا شدن از خانواده‌ام و هم برای ورود به حوزه علمیه داشتم که اصلا نفهمیدم چی جوری این کتابا رو خوندم و در یکی از بهترین مدرسه های علمیه ایران به نام مروی قبول شدم. نمیدونم چه تصوری از حوزه علمیه دارید. برای کسی که مسلمونه، مخصوصا مسلمون شیعه‌اش، تصور یک حوزه علمیه خیلی راحت تره، چون هم توی تلویزیون و هم توی منابع دینی زیاد دیده. ولی کسی که غیر مسلمونه، خب یکم تصورش مشکله. ولی خب غیر مسلمونا هم مسلمان میدونن مسجد چیه دیگه. شما همون مسجد رو تصور کن، داخل حیاتش پر از اتاقه که خب تو حوزه علمیه به اون اتاقا میگن حجره و توی هر حجره 2 نفر از دانشجویان دینی یا به اصطلاح خود حوزویات طلبه های دین زندگی میکنن. این کلمه طلبه از طلب میاد. طلب به معنی خواستاره. طلب البته خودش یک مصدر به معنی خواستن، ولی خب طلبه خودش یعنی خواستار. اصطلاحاً طلبه یعنی کسی که خواستار تفحص و تعمق در علوم دینی و رسیدن به مرحله اجتهاد در دینه. چیزی که تو حوزه علمیه به شما آموزش میدن خب همیناست دیگه. تفسیر قرآن، ادبیات عربی، علم کلام، فقه و حتی منطق و فلسفه. جدای از اینکه هر طلبه هر روز باید برای نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا توی مسجد برای برگزاری نماز جماعت حاضر بشه، باید هر روز سر درس بشینه مثل مدرسه و دانشگاه و پس از گذروندن کلاس هر آنچه یاد گرفته رو با یکی از همکلاسی‌های خودش به صورت مباحثه مطرح کنه. مباحثه یعنی اینکه شما اون چیزی رو که امروز توی کلاس فرا گرفتی با همکلاسی و همشاگردی خودت به صورت تدریس در میون بذاری. خب این روش خیلی خوبیه به نظرم. روشیه که باعث میشه قشنگ دو طرف مطلب رو با گوشت و خون خودشون درک کنن. در بعد و ورود به حوزه علمیه یه دوره آزمایشی رو سپری میکنی که خب من اسم این دوره رو یادم نیست، فکر میکنم دوره میثاق یا همچین چیزی میگفتن. توی این دوره شما از فیلترینگ حوزه علمیه رد میشی. درسته، یه موقع این وسط جاسوس انتحاری در نیای. به هر حال خب من حتی تظاهرم نمی کردم که این وسط جاسوس در بیام. واقعا اعتقاد داشتم. یعنی حتی بعضی شبا من خودم برای نماز شب بیدار می شدم. نماز شب خیلی چیز طولانیه، معمولا ممکنه 2 تا 3 ساعت شب طول بکشه. شما فکر کن 2 نصف شب پشتی تو 4 صبح نماز بخونی، خب خیلی چیز سختیه دیگه، مگر اینکه واقعا اعتقاد داشته باشی. من از بین دروس حوزه علمیه به شدت به علم کلام و منطق و ادبیات عربی علاقه داشتم. البته علاقم به هیچ یک کدوم از این دروس به اندازه کلام نبود. شاید مثلا شما ندونید کلام چیه. خب علم کلام علمیه که سعی میکنه دین رو با منطق اثبات کنه. خب دقیقاً چیزی بود که به خاطرش اومدم حوزه دیگه، مگه نه؟ اثبات دین با منطق. راست تعریف از خودم هم نباشه، طلبه خیلی خوبی حساب میشدم، در حدی که وقتی از حوزه علمیه اخراج شدم اینو یکی از دوستانی که باهاش در ارتباط بودم حتی بعد از اینکه از حوزه اخراج شدم اینو به من گفتش که یکی از اساتید حوزه علمیه گریهش میگیره. گفت وقتی که داشت حضور و غیاب میکرد و به اسم من رسید گریهش گرفت و گفت چه دلبه خوبی بوده. من به راحتی توی منطق و ادبیات عربی و علم کلام نمره بالا رو می آوردم و خیلی از طلبات لژیون میخواست با من هم بحث باشن و مباحثه کنن. موسیقی، خب فکر میکنم اولین مواجهه جدی من با موسیقی تو سن 11 تا 12 سالگی با ژانر موسیقی الکترو بود. چرا الکترو؟ خب چون برای اولین بار توی یک بازی پلی استیشنی فکر میکنم فیفا 12 بود که با یک آهنگ از دد ماوس که اشتباهی بعضیا دد ماوس 5 صداش میکنن مواجه شدم، که خب چون تو اون سن دنبال هیجان آدم معمولا این نوجوان تو اون سن خب دنبال هیجان دیگه. این سبک از موسیقی خیلی منو به خودش گرفت و تو اینترنت گشتم، هر چی تو این سبک پیدا می‌کردم رو دریافت کردم و گوش دادم. البته تو دورانی که حوزه علمیه نمیرفتم، چون موقعی که وارد حوزه علمیه شدم دیگه مجبور بودم موسیقی گوش دادن رو کنار بذارم. البته نه اینکه قبلش مذهبی نبوده باشم بلکه قبلش انقدری دیگه مذهبی نبودم که کلا موسیقی رو برای خودم حرام بدونم، ولی وقتی وارد حوزه علمی شدم دیگه نمیتونستم کاریش بکنم، دیگه باید برای خودم حرام میکردم، چون اسلام اساساً به موسیقی اعتقاد نداره. میدونم الان خیلی ها میگن که چطور کشور اسلامی موسیقی داره برگزار میشه کنسرت و فلان و اینا. خب حقیقت اینه اسلام دین بروزی نیست و نمیتونه هم باشه، چون افراد اصلیش یا از بین رفتن یا اصلا وجود خارجی نداشتن. خب تو کشوری مثل ایران مثلا شاید کنسرت پاپ و این ژانر رو گذاشته بشه، ولی نه به خاطر اینکه موسیقی حلالیه، بلکه چون نمیشه اصلا حذفش کرد. شما فرض کن ما تو ایران صدا و سیما داریم دیگه، درسته؟ اگر صدا رو حذف کنیم دیگه چی میمونه؟ علما کلا علاقه زیادی به upgradeable نشون دادن دین دارن، ولی حقیقت اینه ما تو اصل اسلام داریم که میگه الغنا حرامون، یعنی موسیقی حرامه. نگفته چه ژانری از موسیقی ها، کلا گفته حرامه، ولی خب علما استاد سفسطه و مغلطن، انقدر تبصره به همین نص صریح میزنن که میتونن از داخل جمله از ساب ژانرهای متال فقط آلترناتیو متال حلاله در بیارن. به هر حال مدتی که تو حوزه علمیه تحصیل میکردم انقدر دلم میخواست همون هیجان رو دوباره تو موسیقی تجربه کنم که به دو نوع موسیقی پناه بردم. یک ژانر اپیک که شاید بگم میتونست نسخه حلال یه ژانر هیجانی باشه، و یکی بلک متال و دابستپ اسلامی. خنده داره نه؟ میگم که تو اسلام مخصوصا فقه شیعه برای شما میتونن از صبحونه‌ای که امروز صبح خوردی هم حکم در بیارن. اون موقع یه مسئله‌ای تو اینترنت بین شیعیان رد و بدل میشد به اسم ظهور سیدی امانی. البته همون احمد الحسن بهتره بگم، چون خیلیا به اسم احمد الحسن میشناسنش. خب شاید اینجا یکم نیاز به توضیح باشه که اصلا چطور این موضوعی که دارن مطرح میکنن با مسائل ما ارتباط پیدا میکنه. ببینید مذهب شیعه به منجی به نام مهدی ابن الحسن العسکری اعتقاد داره، کسی که الان 1200 سال خورده ای از عمرش میگذره و قراره وقتی مردم آمادگی پذیرش منجی رو داشتن ظهور کنه. یمانی کجا این قصه است؟ از اونجایی که توی حدیث شیعه اومده شخصی برای آماده سازی قیام مهدی به نام یمانی ظهور میکنه و همچنین تو حدیث اومده شما اگر یمانی رو دیدی پا به رهنه، اوریان، هر جوری شده بدو دنبالش، چون از یاران اصلی امام زمانه. من مجبور بودم که این مسئله رو دنبال بکنم، یعنی کل دین و ایمانم به این مربوط میشد دیگه. درسته هر روز یک نفر میاد یک ادعایی میکنه، ولی یک فرق داشت، میدونست چی داره میگه، تمام اشکالات اسلام رو درآورده بود و داشت جواب میداد. من نمیدونم کیه، کجاست، چی کار میکنه، ولی هر کی بود از اکثر علمای اسلام بیشتر سرش میشد. نه اینکه بگم حرفای درستی میزد، بلکه میدونست کجا حرف بزنه. کلی کتاب نوشته بود، من برخی که باشه مطالعه کرده بودم. اون موقع به نظرم منطقی میرسیدن و واقعا برام مهم بود که این آدم یمانی هست یا نیست. من اون موقع یه دوستی داشتم داخل حوزه علمیه که خیلی هم آدم باحالی بود، متعصبم نبود در اون حد. حتی بعد کلاس خیلی موقع با هم مباحثه داشتیم. پیش خودم گفتم اولین کسی که این مسئله رو باید باهاش در میون بذارم اونه. پس از کلی بحث و این حرفا به من چی گفته باشه خوبه؟ نوید، مگه تو حدیث مشخصات دقیقی از یمانی وجود داره که بخوایم تشخیص بدیم کیه؟ گفتم نه. گفت خب دنبال چی میگردی؟ گفتم مرد حسابی تو حدیث رو خوندی، گفته باید از این آدم تبعیت کرد، اگه این همون یمانی باشه چی؟ گفت خب گفته تبعیت کنید، ولی نگفته دقیقاً کیه که ازش تبعیت کنیم. من موقع بحث رو یه جوری خاتمه دادم، ولی وقتی به خودم اومدم و به مبحث اون موقع فکر کردم گفتم این تناقض بزرگیه. فکر کن یکی برگرده به تو بگه برو تو خیابون یه شخصی به اسم اصغر هست، کل زندگیت، مرگ و زندگیت، رستگاریت، موفقیتت، همین چیت به این اصغر وابسته، کل علم هستی در این اصغر جمع شد. حالا اون موقع که این حرف رو میزنه میفته میمیره. حالا تو خیابون میری میلیون ها اصغر، یه کسایی هم به دروغ خودشون رو اصغر معرفی میکنن. دیگه چه حکم مسخره ایه؟ خلاصه این یه دونه سوال شد، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا، تا اینکه ذهن من پر شد از سوالات بی جواب. جوابی براشون نداشتم. ببین شما فرض کن 100 داریم، با یک انگشت یکی از سوراخ‌های 100 رو گرفتی، خب اینطوری که نمیمونه، این سوراخو که میگیری جاهای دیگه هم سوراخ خواهد شد، چون 100 سوراخه. دین دقیقاً همینه، وقتی یک جا سوال برات به وجود میاد و جواب نگیری کم کم همه جا برات سوال میشه. چیزی که خیلی ها بهش توجه نمیکنن اینه که دین دین داره این ادعا رو میکنه و داره آدم ها رو اینطوری قانع میکنه که من از سمت خدا اومدم. چیزی که از سمت خدا اومده باید 100% درست باشه دیگه، مگه غیر از اینه؟ بنابراین کار یک مدافع دین وحشتناک سخته، چون دین اشکال داره، یقینا اشکال داره، و حتی اگه 0.01% از این دین رد بشه کل دین میریزه به سوال. نمیتونه سوال رو بی جواب بذاره چون ادعا در از سمت خدا اومده، ولی در حالی که خود علمای شیعه اعتراف میکنن در دوران غیبت امام زمان سوالات بی پاسخ زیادی به وجود اومد. یعنی حتی علمای شیعه خودشون میدونن جوابی نیست، ولی با چیز دیگه سرشون گرم میکنن. شما یه چرخ دنده رو فرض کن، یک چرخ دنده کوچیک از ساعت. این چرخ دنده رو از ساعت بکش بیرون یا اون چرخ دنده خراب بشه، کل ساعت از کار میفته. مدافع دین دقیقاً چنین مسیر سختی رو پیش رو داره. خب مسلمه که شکست میخوره. علم با تمام پشتوانه تجربی و منطقی که پشتش داره میگه من خیلی جا نمیدونم، ولی دیگه اینطوری نیست، باید جوابی داشته باشه. بالاخره میگه من از سمت عالم غیب اومدم، از سمت خدا اومدم، فلان و بیسار و این ادعاهای گنده. من با این انبوه از سوالات خودم راه افتادم و شروع کردم به جمع‌آوری جوابها. به اساتید مراجعه کردم، به قم مراجعه کردم، با علمای قم نشست و برخاست کردم، مناظره کردم، 2 بار به عراق سفر کردم، با علمای عراق به عربی مناظره کردم، صحبت کردم. چه جوابی گرفتم؟ هیچ جواب منطقی از این همه آدمی که 80 سال عمرشون رو توی اسلام گذروندن نگرفتم. به قدری متزلزل شده بودم که موقعی که عراق رفته بودم به زیارت حسین و علی و حسن عسکری که خب برای شیعیان امام حساب میشن، توی ضریحشون، توی اون مقبرهشون داشتم گریه میکردم، ناله میکردم، از خدا طلب میکردم که یک مسیری، یک راه، یک جوابی به من بده. ولی چی انتظار داشتم؟ وقتی نه خود قرآن نه اماماش دارن جواب میدن، دیگه از کی باید جواب بگیرم؟ تمام این مباحث و تمام این سوالات و مناظرات و همین اتفاقات رو توی 2 تا کتاب جمع آوری کردم به اسم حلاجی عقاید و منطق پوشالی. این کتابا همه سوالات و جوابهای غیر منطقی که ازشون گرفتم بود و متاسفانه این 2 کتاب اصلا عواقب خوبی برای من نداشت. راستش دیگه قضیه فقط برگشتن من نبود، قضیه برگردوندن همه بود. اول از همه از خود حوزه شروع کردم، از تمام دوستای حوزه که میشناختم شروع کردم، همه سوالات رو باهاشون مطرح کردم و هیچ کس جوابی نداشت. نماز جماعت شرکت نمیکردم چون اعتقادی نداشتم، ولی از یه طرفی هم نمیتونستم از حوزه انصراف بدم. چجوری بگم؟ یه جوری مثل ارتش میمونه، حتی برای من اینطوری بوده، چون حوزه علمیه به من شک کرده بود. سوالاتی که تو حوزه مطرح میکردم بین اساتید، سوالاتی که از طلبه ها میکردم، همه اینا باعث شک کردن مدیر حوزه من شده بود. ولی چی اومده بودم حوزه؟ برای اینکه بتونم جواب سوالاتی رو که مردم رو از راه درست منحرف میکنه بدم. ولی فهمیدم تمام مدت راه درست رو اشتباه دیدم. خلاصه من سر کلاس منطق یا سر کلاس فقه بودم که مدیر حوزه علمیه منو صدا کرد و برد دفتر. آقای جمشیدی برای چی اومدی حوزه علمیه؟ همیشه خودم گفتم این چه سوالیه، حتما اوضاع وحشتناک شده، حتما یه چیزایی لو رفته. همیشه خودم گفتم حتما اینجا دیگه بازجوییه. من گفتم اومدم توانایی پاسخ به شبهاتو بدم، توانایی پاسخ به شبهاتو به دست بیارم. گفت توانایی پاسخ یا ایجاد شبهه؟ من آقا جوابی ندادم، فهمیدم که این مدل همه چیزو فهمیده. برگشت گفت که از طلبه ها چندین نفر اومدن و من گفتن که آقای جمشیری داره سوالاتی رو مطرح میکنه که ما نه جوابی براشون داریم و نه میتونیم کاریشون بکنیم. میدونی من چند جلسه براشون گذاشتم که بتونم دوباره وادار به نماز خوندنشون بکنم؟ آقای جمشیری هر کی با شما میگرده نماز رو تک و توک میاد. که اون موقع پیش خودم میگفتم فقط امیدوارم این قضیه ختمه به خیر بشه، من دیگه سمت دین پیدام نمیشه. واقعا اون موقع ترسیده بودم. برگشت من گفتش که شانس آوردی به مقامات بالاتر اطلاع ندادن. گفت یک لحظه تو حوزه علمیه نمون، برو بیرون که موندن تو حوزه حرامه. من هر چی داشتم و جمع کردم زدم بیرون، یه لحظه معطل نکردم، ولی اعتمادی به حرف مدیر حوزه علمیه نداشتم. به خاطر همین چند شب اول واقعا خوابم نمیبرد. شاید شبی 2 ساعت هم به زحمت نمیشونستم بخوابم. استرس داشتم. خیلی حس مزخرفیه که هر شب با ترس بخوابی. میدونی حکم من حکم کمی نبود. اگه اون زمان اون مدیر متوجه این شده بود که من واقعا از دین برگشتم، یعنی به یقین میرسید، به راحتی حکم ادامه من رو صادر میکردن. چند شبی از این قضیه گذشت و خیالم راحت شد که آوا از آسیا افتاده. دوباره شروع کردم به انتشار کتابم، همون کتابایی که تو حوزه نوشته بودم. چندین جلد رو تو یک صحافی آشنا چاپ کردم و رفتم رایگان بین مردم پخش کردم. فکر میکنم نزدیک 200 جلد بود. اونقدری احمق نبودم که اسم خودم رو پای کتاب بنویسم. با نام مستعار منطق زاده منتشر کردم. چرا منتشر کردم؟ چون تازه فهمیدم تمام اون کشتارها، تمام اون احکام مزخرف دین هیچ توجیهی نداره. اگه من چند شب با استرس خوابیدم، هزاران نفر با همین استرس کشته شدن. واقعا عصبانی بودم. واقعا. خلاصه از این کتابا که گذشت من چندین مناظره داشتم توی اینستاگرام، داخل یوتیوب. توی این ویدیوها صورت خودم رو فیلتر میکردم، یه افکتی میذاشتم یا فقط صدامو میذاشتم، اصلا صورتمو نشون نمیدادم. خلاصه فعالیت روشنگریمو شروع کرده بودم تا روزی که تو خیابون مادرم با من تماس گرفت که خوشبختانه مستقیم تماس نگرفت، با اینترنت با من تماس گرفت. گفتش که نوید، احضاریه دادگاه روحانیت اومده در خونه. به اونم گفتم که اسکن بگیره برام بفرسته از طریق اینترنت، چون در هر صورت اگر بخواد مستقیم برای من بفرسته دردسرساز خواهد بود. من کلا سیم کارت رو انداختم دور و اون احتمالا به مادرم هم گفته بودن، یکی توضیح داده بوده از فامیلمون احتمالا که این قضیه باید این باشه که مستقیم زنگ نزنی. وقتی احضاریه رو دیدم دیگه سمت خونه پیدام نشد. شاید برام ساده نبوده باشه که دیگه مادرمو ببینم، چون احتمال داشت دیگه هیچ وقت نبینمش. ولی اگه برمیگشتم دیگه اصلا نمیتونستم هیچ کسی رو ببینم. البته الان که بهش فکر میکنم میگم کاش برمیگشتم. مهاجرت قصه جالبی نیست. احضاریه از طرف دادگاه ویژه روحانیت برام اومد. برام جالب بود که اینقدری سیستم حوزه علمی قدیمی و مزخرفه که حتی هنوز خروج من از حوزه ثبت نکردن و از دادگاه روحانیت برام احضاریه اومده. من تا حدودی اطلاعات حقوقی داشتم و میدونستم وقتی تو برگه احضاریه برات علت احضار رو ذکر نمی‌کنن یعنی کارت زاره، یعنی یه کار خیلی بزرگ و نابخشودنی کردی. من فهمیدم قضیه چیه، هرچند نمیدونم از کجا به من رسیدن ولی در هر صورت فهمیدم که موندن در اونجا حماقته. ما تو نزدیکای کرج یه خونه داشتیم و خب چون دادکوره حساب میشد قیمت خوبی نمیخریدن. حقیقتا اون موقع که ما خونه قدیمی زندگی میکنیم، خونه مادر بزرگم که فوت شده بود و بین وراس تقسیم شد، ما اون پول رو برداشتیم و یه خونه رو خریدیم. چون وراس زیاد بود و خونه هم زیاد گرون فروخته نشد، به خاطر همین تنها چیزی که میتونستیم بخریم یک قوطی کبریت داخل دادکوره اطراف کرج و مادرم به هر قیمتی که شد اون خونه رو فروخت و پول رفتن من از ایران رو جور کرد. اگه تو وقت دادگاه تو دادگاه حاضر نشی حکم جلد برات صادر میشه که این اتفاق هم افتاد. مادرم اطلاع داد که ریختن تو خونه و دنبال من میگشتن، به هر قیمتی شده تاکسی به تاکسی از شهر خارج شدم و به شهرهای مرزی ایران سفر کردم. مدتی رو این خونه به اون خونه میشدم که در نهایت شرایط برای سفر قاچاق من جور شد و حرکت به سمت خارج ایران رو شروع کردم. امیدوارم هیچ کسی مجبور نشه از ایران قاچاق به کشور دیگه ای بره، واقعا مسیر وحشتناکی. به یاد دارم وقتی که از شهر مرزی رد می شدم 9 ساعت تو سرمایه زیر صفر تو مسیر بودم. راستش قبل از قاچاق رفتم پیش خودم میگفتم این مسیر رو عین آهو طی میکنم، با من تا حالا لب به سیگار نزدم، عین آب خوردم میرم بالا. همین که 2 دقیقه این کوه بالا رفتم نفسم به زحمت بالا میومد ولی راه برگشتی هم نداشتم. قاچاق بر اونجا همه کست میشه، هرچی میگه باید گوش کنی. دویدن به اندازه کافی نفسگیر هست ولی دویدن تو کوه و بدون استراحت چیز وحشتناکی. قاچاقبر اون موقع فوشایی بهت میده که تو عمرت هم نشنیدی، که البته با این کار تحریک به دویدنت میکنه و به نظر من اون کار اون موقع به نظر من کار خوبی میرسید چون باید میدویدم این مسیر رو. وقتی به کشور مقصد رسیدم نه کفش درستی برام مونده بود نه کاپشنی، همش پاره پوره شده بود. چندین روز از ترس پلیس خوابم نمیبرد تا اینکه قاچاقبر تصمیم گرفت شرایط امنه و میتونم به شهر پناهنده پذیر سفر کنم. شرایط اصلا شرایط جالبی نبود چون پلیس اگه تو مسیر تو رو در مسیر قاچاق میگرفت دیپورتت میکرد ایران که خیلی مساوی بود به خطر مرگ من، چون همه چیز مشخصه. اون دادگاه فرمالیته بود. در اسلام حکم کسی که از دین برمیگرده اعدامه. حالا این در مورد شخص عادیه، بیا منو تصور کن. طلبه بودم و نه تنها از دین برکشتم بلکه بقیه رو هم داشتم از دین برمیگردوندم. اصلا من چیزی جز مرگ در ایران تو من در انتظارم نبود و اون موقع اون زمان برای من زنده بودن اهمیت خاصی داشت. شاید الان دیدگاه هم تغییر کرده باشه ولی خب اون زمان برام اهمیت بیشتری داشت. فکر میکنم اولش با منطق شروع شد، شاید خیلی مسخره به نظر برسه، دپرسیو سویسایدال بلک میرور و علم منطق. نکته اینه که هرچی بیشتر منطق بخونی بیشتر دور و اطراف خودتو میبینی. شنیدین به طرف میگن با طوری که چقدر منطقی هستی؟ به خاطر اینه که منطق روی واقعی دنیا رو بهت نشون میده. من فکر میکنم ذات هستی با غم تنیده شده. تمام آثاری که ما ازشون خاطر انگیز یاد میکنیم غمگینن. نمایشنامه‌های بزرگ، موسیقی‌های بزرگ، کتاب‌های بزرگ، فیلم‌های بزرگ. بزرگترین انسان‌های تاریخ انسان‌های منزوی بودن، غمگین بودن، افسرده بودن و در بسیاری از موارد مرتکب خودکشی شدن. اصلا خود دین بر پایه غم بنا شده. میگه این دنیا دنیای مزخرفیه، میدونم، ولی یه دنیایی بهتر هست که برای اونجا باید تلاش کنی. دقیقاً تفاوت دیدگاهی مثل بلک میرا و دین همینه که بلک میرا میگه احتمال قوی خبری از خدا و اون دنیا نیست. جهنم همین دنیاییه که داریم داخلش زندگی میکنیم. مثلا بیایم دین سیکیسم رو نگاه کنیم. دین سیکیسم از دینهای قدیمی پنجاب هندوستان هست. این دین معتقد این دنیا جهنمه و برای اینکه دوباره به این جهنم برنگردی باید از من، از غرور، از خودبینی، از خود راضی بودن جدا بشی. کاری به درستی و غلطی دین سیکیسم ندارم، ولی جمله مسلماً درستی رو داخلش میبینم: این دنیا جهنمه. خب دپرسیو بلک میتال داره همینو میگه. حالا خیلی‌ها میگن داره به خودکشی ترغیب میکنه. خب بکنه. میفهم مشکلش چیه مگه؟ من یه نمونه براتون بگم. این دنیا سیستم به شدت نامنصفانه و غیر منطقی داره. شاید من آتئیست باشم ولی جامعه مدرن رو اصلا تحسین نمی کنم. جامعه مدرن به دختری که سینه هاشو به نمایش میذاره خیلی بهای بیشتری نسبت به کسی که به بشریت خدمت میکنه میده. اصلا بذار از جهت مالیش بگم. شما شاید 10 سال عمرت رو تو دانشگاه صرف تحصیل یا تحقیقات روی چیزی بکنی که خیلی هم سودمنده. وقتی خارج میشی شغلی با یه درآمد ثابت به دست میاری. در حالی که آدم هایی هستن که صرف نمایش دادن بدنشون دارن 10 برابر تو در میارن. هرچی بیشتر بدونی آدم غمگین تری میشی. این فکته. ببینید یه آدم آگاه معمولا دیدگاه کمال طلبی داره و کمال رو در دنیای اطراف خودش میخواد ببینه. وقتی میبینه دنیای اطراف خودش نه تنها سمت کمال نیست بلکه در بدترین وضعیت خودش قرار داره، مسلما خودش رو بیش از پیش تنها و منزوی میبینه. دنیایی ظاهربین، سطحی نگر و احمق. دقیقا دنیایی که ما داریم توی زندگی میکنیم چنین صفاتی رو داره. چرا کسی میتونه توی این دنیا خوشحال باشه مگر اینکه کاملا به دنیای اطراف خودش بی‌محل باشه و اصلا خودش رو از جامعه مدرن دور کنه که باید از انسانیت دور بشه، چون انسانیت نمیتونه به اطراف خودش بی‌محل باشه. چیزی که تو بلک میرال مخصوصا دپرسیو سویسایدال بلک میرال منو جذب خودش کرده این ریف ها و گیتارهای فست و فریادهای هنجار شکنشه. فریادهایی که داره خستگیش رو از این جهنم بیان میکنه، از این طویله. چیزی که تو دپرسیو سویسایدال بلک میرال میبینیم یک نگرش عمیقه، چیزی که بزرگان تاریخ ادبیات و هنر همه باش درگیر بودن. فریادهای بلک میرا به نظر من بیشتر حکم یک آلت موسیقی رو داره. بیشتر حکم یک آلت موسیقی رو داره تا متن. بیشتر احساسات خالصه تا محتوای متن. یعنی معمولا شما متن شعر رو نخونی نمیفهمی چی میگه. قرارم نیست وقتی یک کسی که از تمام دنیا زده و خسته شده و از این جهنم فراریه و داره با گریه و ناله فریاد میکنه بفهمی چی میگه. بلک میرا یک پکیج کامل برای خود من بود: دیدگاه منطقی به دنیا، مبارزه با دین و خرافات، و دیگه چی بیشتر از این میخواستم؟ بلک میرا فریاد حقیقت. اولین مواجهه جدی من با سینما به عنوان یک حرفه و پیشه نوشتم. همون قلمی که من روی مرز کشتی شدن کشید میتونه حرف من رو به دنیا برسونه. دقیقا همین چیزی که شما الان دارید میبینید. من با فیلمنامه نویسی شروع کردم. اولین فیلمنامه جدی من یک فیلمنامه به اسم The Bitter Wines یعنی شرابهای تلخ بود که البته یک فیلمنامه بلنده در مورد یک جوونیه که با خوردن شرابهای قدیمی به سال همون شراب برمیگرده. به هر حال متاسفانه تو دنیای امروزه فیلمنامه نویسی شغل زیاد جالبی نیست. این روزا دیگه فیلمنامه نمیخرن. یه فکت. اکثر سایت هایی هم که بهت وعده پروموشن فیلمنامه رو میدن اکثرا اسکمه و به جایی نمیرسه. حتی اکثر تلاش من تو فیلمنامه نویسی حاصل یک فیلم بلند به نام Endless Darkness هست که هنوز ساخته نشده و توسط براد کیس در مرحله پیش تولیده. برای این فیلمنامه پولی هم نگرفتم چون استودیوی براد کیس خیلی استودیوی کوچیکیه و اصلا رشد نکرده، اصلا به خاطر همینه که حاضر به خوندن کار من شده، وگرنه اون استودیوهایی که پول میدن به فیلمنامه نویس اصلا حاضر نیستن حتی لاین کارت رو بخونن. این شد که من خودم شروع کردم به دوربین موبایل رو برداشتن و ساختن چیزی که تو ذهنمه، موزیک ویدیوی بلک میرال. چرا که نه، دپرسیو بلک میرال دقیقاً چیزیه که برای زیاد محتوا داره و تا الان موفق به درست کردن 3 تا موزیک ویدیو شدم که شخصاً موزیک ویدیوی دیسپی رو از همه بیشتر قبول دارم چون توش اکتر داره، داستان داره، محتوا داره و مثلا بیایم این موزیک ویدیوی دیسپی رو بررسی کنیم که توسط یک بند آندرگراند آلمانی و یک بند آندرگراند ایرانی ساخته شده. اعتراضات و فریادهای من به جامعه مدرن رو به وضوح میتونید ببینید. مردی که با خوردن قرص میتونه روزمرگی های خودش رو قابل تحمل کنه، وقتی قرص خوردن رو پس میزنه با حقیقت روبرو میشه، حقیقتی که جز مرگ چیزی نیست، ولی وقتی متوجه میشه که اون حقیقت مرگه با آغوش باز اون مرگ رو میپذیره و در نهایت با خوشحالی به پوچی ختم میشه. فکر میکنم این یکی از بهترین موزیک ویدیوها بوده تا الان و حقیقت اینه من بیشتر در نظر دارم تا موزیک ویدیوهای معمولا ضعیف و سطحی دپرسیو سویسایدال بلک میرال و در کل بلک میرال رو با عمق و محتوای بهتری بسازم تا نه فقط صوتی بلکه تصویری هم مخاطب خودم رو با عمق بلک میرال مواجه کنم. خدا یا نیست یا ارزش پرستش نداره. به نظرم از این دو حالت نمیتونه خارج باشه. زمانی که من تو حوزه علمیه تحصیل میکردم اصلی ترین مبحثی که تو علم کلام فرا میگرفتم اثبات وجود خدا بود. استدلال های رنگارنگ و به ظاهر منطقی از همه طرف تو این کتاب گنجونده شده بودن. البته اگه الان از من هم بپرسی میگم همه چرت و پرتی بیش نیستن. من نمیگم خدا هست یا نیست، من میگم وجودش تا الان اثبات نشده و حتی اگه روزی هم بشه هیچ اهمیتی نداره چون تا الان هیچ گوهی نخورده که بخواد بعد از اثبات وجودش بخوره. کل عمرت رو عبادت خدا بکنی به هیچ جاش نیست. اگه کل عمرت بهش کفر بگی به هیچ جاش نیست. اگه به جایش میگرفت که الان نه بلک متال وجود داشت نه منی که جلوی شما بشینم و به خدا کفر بگم. معلومه به جایش نمیگیری چون احتمالا وجود نداره. با هر زبانی میخوای صداش کن، اگه جواب داد توف بنداز تو صورت من. اصلا بذار خودم اینجا امتحان میکنم. کنون قبرستونی هستی. Where the hell are you? اینه انت نردسن. همین الان با چهار تا زبون صداش کردم ولی بازم به هیچ جاش نیست و احتمالاً هیچ وقتم به هیچ جاش نخواهد بود. همونطور که میلیون ها نفر صدایی زدن و هر روز صدا میزنن و خواهند زد، اگر خدایی بود حداقل میتونست از خودش در برابر مدعیان دروغی دین دفاع کنه، میتونست از خودش در برابر تمام این ادیان مزخرف دفاع کنه. شاید در وهله اول از دست دادن اعتقادم به خدا سخت بود، ولی کم کم تونستم باهاش کنار بیام. و باعث تأسفه که بگم خیلی‌ها نتونستن. شما دختر 28 ساله‌ای رو فرض کن که تو 28 سالگی میفهمه پدر مادرش پدر مادر واقعیش نیستن. چقدر براش سخته باور کردن این حقیقت. و خب قضیه خدا برای خیلی‌ها همینه و نمیتونن باهاش کنار بیان، حتی اگه به عدم وجودش برسن. اصلاً تو این عقاید رو غلط نمیدونم. اتفاقا من همینجا برای وارگ عزیز که کلیسا را آتیش زد دست میزنم. چطور وقتی ابراهیم بت‌های بت‌پرستان رو شکست توهین به عقاید نبود؟ خدای یک نفر رو میزنی نابود میکنی، اون وقت انتظار داری با گل و شیرینی ازت دعوت به عمل بیاد؟ حتی جدای از قضیه ابراهیم، چطور وقتی خود عقاید توهین به انسانیته، توهین بهش باید غلط باشه؟ الان یکی بیاد مثلا سر پدرت رو بگیره ببره، بگه این اعتقاد منه که یک کافر رو سر ببرم، تو اون موقع عقایدش احترام میذاری؟ اگه میذاری که یه احمقی. من خودم تا پای از دست دادن جونم رفتم. اگه از کشور خودم خارج نمی شدم الان چنین مستندی وجود نداشت. اون وقت از دست دادن جونم احترام گذاشتن به عقاید بود؟ این چه دین مزخرفیه که به تو میگه باید پای این برگه رو امضا کنی که اگه از دین خارج بشی سرتو میزنم. حتی خیلی ها اعتقادشون فقط از سر ترسه، یعنی حتی با عقل و منطق قبول نکردن که ما بگیم خودش قبول کرده. جدی میگم خیلی ها اساس اعتقادشون شرط پاسکاله که از اساس مزخرفه. شرط پاسکال به شما میگه یا خدا هست یا خدا نیست. اگه خدا رو بپرستی ضرر نکردی، چون اگه نبود هم اون دنیایی نیست و تو هم اتفاقی برات نمیافته. ولی اگه خدا رو نپرستی ضرر کردی، چون اگه باشه تو تا ابد تو جهنم میمونی. حرف پاسکال فقط در یه صورتی صادق بود که فقط یک اعتقاد تو دنیا وجود داشته باشه، نه وقتی 16 هزار دین تو دنیا هست که حتی به یاد سپردن اسمشون هم محاله. هر دین و مذهب داره میگه اگه از غیر من پیروی کنی جهنمی میشی. پس نمیتونی در عین حال به همشون اعتقاد داشته باشی. هیچ دینی هم نیست که به تو بگه بدون رعایت احکام من بهشتی میشی. نمیتونی همه احکام دنیا رو رعایت کنی که. مشخصه همچین استدلالی از رویش مزخرفه. اگه دینی تو دنیا وجود نداشت، به احتمال قوی امروزه ژانری به اسم بلک مرال هم وجود نداشت. خیلی اختلافات برطرف میشد، خیلی کدورت‌ها کنار گذاشته میشد. ولی متاسفانه سیاست‌ها و دولت‌ها تمایل زیادی به احمق نگه داشتن مردم دارن، چون یک انسان آگاه و هوشمند هیچ وقت زیر بار زور نمیره. رسانه از قصد آشغال رو به عنوان هنر معرفی میکنه، از قصد فیلم آشغال رو تحویل ملت میده و از قصد موسیقی بی ارزش رو مینستریم میکنه. از قصد مردم رو احمق نگه میداره، چون فرهنگ که نابود بشه اخلاق نابود میشه، اخلاق که نابود بشه عقل به زوال کشیده میشه و عقل که به زوال کشیده بشه سیاست‌های نادرست به راحتی به تخت حکومت میشینن. امیدوارم فرهنگ و اخلاق در بین جوامع وضعیت بهتری پیدا کنه و امیدوارم روزی بیاد که نیازی به وجود ژانر DSBM یا همون Depressive Suicidal Black Mirror نباشه. خب تنظیمه که مجبوریم یه نما داشته باشیم.